یاران من، بهترین مردم چه کسانی هستند؟ یکی دست بلند کرد، دست که یا رسول الله من بگم کسی که بیشتر نماز مستحبی میکنه. دیگری گفت کسی که بیشتر قرآن تلاوت میکنه. دیگری گفت کسی که بیشتر سفر حج انجام میده. پیامبر فرمودن باریکلا این کار را که میگید خیلی خوب، اینا پله های نردبان ترقی و تعالی هم. اما من به شما بگم بعد از انجام فرائض و واجبات الهی هیچ عملی به نیکی به بندگان خدا نیست. بعد گفتن خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کسی است که خیرش، سودش، منفعتش برای دیگر بندگان خدا بیشتر باشه. یکی از مصادیق بارز اون کمک کردن به مراکز علمی، دینی و فرهنگی و آموزشی است، من جمله همین مرکز خوب شما. به هر جهت همونطور که دیشب هم عرض کردم، فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه که انسان به نیت الهی میده این ماندگار میشه و اون چه که نزد خودشه این محکوم به فنا و نابودی است. انسان از مقدورات خودش خلاصش کمک بگیره در جهت کمک رسانی و خیر رسانی در این جهات خوب سازنده. گفت دانی که چرا خدا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندر آن سری هست. یک دست به کار خویشتن پردازی، با دست دیگر ز مردمان گیری دست، که این در واقع دستگیری از خودمونه. کمک کردن به چنین مراکزی، خودمون، خانم‌ها، آقایان، فرزندانمون شرکت میکنن، بهره میبرن. انشالله مأجور هم هستیم به خواست خداوند تبارک و تعالی. خب این نطق پیش از دستور بود، یه صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. ای گلی که از جمله گلها سری، وی که روزی غمز دلها میبری، جان به لب آمد ز هجران رخت، عجلو یا حجت ابن العسکری. باشد نوای روز و شب جمع عاشقان، عجل علا ظهور که یا صاحب الزمان. یکی از شخصیت های پرفروغی که بارها خدمت وجود ناظرین امام زمان ارواحنا فدا شرف یاب شده، حضرت آیت الله کوفی شوشتری هستند، چون در نجف اشرف میزیستن. که یه بار که خدمت آقا تشرف حاصل شد، پیغامی به من دادن، آقا که من این پیغام رو خدمت حضرت آیت الله العظمى ابوالحسن اصفهانی مطرح کنم. پیغام این بود که قول له، به ایشان بگو ارخص نفسک، خودت رو برای مردم ارزان قرار بده، یه موجود گران دست نیافتنی نباشی که مردم به سختی بتونن دستشون به دامان تو برسه. وجعل مجلسک فی دهلیز، محل نشستن خودت رو جایی قرار بده مقابل خانت، تو هشتی مقابل خانت، که دسترسی مردم به تو آسان باشه. اتاقهای تو در تو و منشیا و کارکنان فراوانی تا به تو برسن اینطور نباشه. بله، بعد فرمودن که بغض هوا جناس، مشکلات مردم رو برآورده بکن، نهنون انصروک، اگه این کار رو کردی ما شما رو کمک میکنیم. نه تنها معصومین توصیه این کمک کردن به مردم رو فرمودن، بلکه خودشون پیش قراولان این قضیه بودن. حالا امروز روز شهادت جانسوز حضرت علی علیه السلام، من یه خلقیاتی از اون حضرت رو میخوام مطرح کنم که برای هممون درس الگوز، تابلوی زندگی و کمال. راوی میگه توی یکی از کوچه های کوفه دیدم علی علیه السلام تنها گرفتن نشستن، خیلی غریبوار. رفتم گفتم علی خودتی؟ دومین شخصیت عالم امکان، وصی پیغمبر، رئیس حکومت اسلامی. فرمود بله خودم هم. گفتم چرا نمیری تو دارالحکومه؟
چرا نمیری تو مسجد؟ چرا خونه نمیری؟ چرا مثل افراد بی کس و کار اینطور غریبانه تو کوچه نشستی؟ مولا فرمودن ببین بعضی گره به کارشون افتاده، هشتشون گره، نوعشون کار و سکونشونه، اینا جرأت نمی کنن تو دارالحکومه بیان، نه گمان می کنن که دارالحکومه علی هم مثل دارالحکومه دیگران باشه. تو مسجد هم نمیان دلشون رو در مقابل دیگران برای علی سفره کنن، ادب میکنن، در خونه منم نمیکوبن. من نشستم تو کوچه ببینم کسی هست بار زمین افتاده باشه کمکش کنم. ببینید خیر و ناس انفعهم للناس، نه اینکه تنها میگفتن بلکه خودشون پیشگامان این قضیه بودن. علی علیه السلام شخصیتی هستن که وجود نازنینشون جمع اسداد بود. همین انسانی که قهرمان بدر و حنین و خندق خدمت شما کرد که خیبره، همین انسانی که در جنگ صفین کسی گفت یا علی زرهی پوشیده که پشت نداره، همون زره پشتار برای سرباز خوبه که میخواد از جبهه فرار کنه، من سینه به سینه دشمن این جنگم. با این رشادت، با این گردی و دلیری و نستوهی، اما همین انسان گرد نستوه دلیر رو تو بازار کوفه میبینن با یه بچه پریشان نشسته زار زار گریه میکنه. چرا؟ میگوید که این بچه یتیمه، بچه های دیگه بیمهری بهش کردن. چرا نسبت به بچه های یتیم بیتوجهی میشه؟ همینجا زانوان این انسان قهرمان سست میشه، رو زمین میشینه، کلی با بچه میشینه گریه میکنه. میگه خودم از پیغمبر شنیدم فرمود که کسی که سرپرستی یتیمی رو به عهده بگیرد چطور این دوتا انگشت در کنار همان، این گونه در بهشت در کنار من خواهد بود. خودم از پیغمبر شنیدم فرمود هر دستی که به سر بچه یتیمی کشیده میشه به تعداد هر مویی که از زیر دست این نوازش کننده عبور میکنه خدا به او حسنه میده. این انسان در میدان جنگ اونطور گرد، دلیر، نستوه، یه دریای لشکر دشمن از مقابل او پا به